بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما شاگردای نهایت عزیز. امید است که روز را به خوبی آغاز کرده باشید و به خوبی سپری کنید. استاد محمد رضایی هستم از مکتب تمدن در خدمت شما عزیزان. درس امروز ما در رابطه با بیولوژی صنف هفتم هست. همه قسمی که شما در صنف‌های گذشته در صنوف چهارم، پنجم و ششم در رابطه با ساینس، در رابطه با صحت، در رابطه با محیط زیست خواندین، موجودات را به دو دسته حیوانات و نباتات تقسیم کردن. همین قسمی که شما در اینجا می‌بینین، موجودات به دو دسته حیوانات و نباتات تقسیم کردن. حیوانات هم از حجره ساخته شده و نباتات هم از روح حجره ساخته شده. پس مجموع هر اگر حیوان باشه اگر نبات باشه از حجره ساخته شده. پس حجره چیست؟ حجره عبارت از کوچکترین واحد طبقه بندی یک موجود زنده می باشه، چه موجود حیوان باشه چه موجود نبات باشه. پس وقتی ما حجره را تعریف کردیم کوچکترین واحد ساختمانی و وظیفه‌ای یک موجود زنده هست، میایم حجره را میبینیم چه وظایف در بدن یک موجود زنده داره. وظایف حجره، اما قسمی که در ساینس صنف‌های 4 تا 6 خواندین، حجره وظایف متفاوت داره. حجره وظیفه تغذیه، وظیفه اطراح، وظیفه تنفس، وظیفه تنفس، وظیفه تکثر و وظیفه رشد را داره. یک موجود زنده که از حجره ساخته شده، حجره اینی وظیفه ها را داره. وظیفه تغذیه را داره، وظیفه اطراح داره، وظیفه تنفس داره، وظیفه تکثر داره، وظیفه رشد داره که تمام فعالیت های یک موجود زنده را کنترل میکنه، از همین حجره شروع میشه. خب در ساینس سنف، در بیولوژی سنف هفتم و شما میخوانیم که اول ببینیم که حجره را کی کشف کرده، چگونه کشف شده، و بعد از اون میریم سر ارگانل ها و بخش هایی که مربوط به حجره میباشه. خب در بیولوژی سنف هفتم شما در اول در رابطه با حجره و کشف آن میخوانیم. قبل از اینکه که دانشمندان حجره را کشف کنه، اول مایکروسکوپ کشف کردن. بعد از اینکه مایکروسکوپ کشف شد، دانشمندان موفق شدن که حجرات موجودات زنده را ببینن. خب این قسم میخوانیم که در اولین بار حجره توسط یک دانشمندی به نام رابرت هوک، اولین بار حجره در سال 1665 میلادی توسط رابرت هوک در حجرات کارپ مشاهده شد. اولین بار که رابرت هوک حجره را مشاهده کرد توسط میکروسکوپ، حجرات مرده چوب کارپ بود که به شکل لانه های زنبور می دید. به همون خاطر حجره را به نام چی نامید؟ حجره را به نام سل یا حجره میانخالی نامید، یا خانه میانخالی. چون محتویات داخل حجره خشک شده بود و از بین رفته بود، به همون خاطر حجره به شکل لانه های زنبور میانخالی دیده می شد. بعد از رابرت هوک دانشمندان دیگه به نام دانشمندان آلمانی به نام ماتیاس شلایدن رودل ویرچو و تیودور شان تیودور شان سه دانشمند آلمانی بودند که حجرات زنده را مورد مطالعه قرار دادن. حجرات
زنده را مورد مطالعه قرار دادند. رابر هوک مخاجرات چوب کارک را که یک موجود مرده بود مورد مطالعه قرار داد، و بعضی ایست دانشمند آلمانی آمدن حجرات زنده را مورد مطالعه قرار دادند و در کل نظریات حجروی خود را این گونه بیان کردند که تمام نظریات حجروی شماره یک، حجره واحد ساختمانی و وظیفه‌ای یک موجود زنده هستند. و دیگر گفتن که تمام موجودات از یک یا چندین حجره ساخته شده، تمام موجودات یا از یک حجره ساخته شده یا از چندین حجره. ما مثلا داریم که موجودات یک حجروی داریم، که موجودات یک حجروی مثل آمیب، مثل باکتریا، ویروس ها، اینا موجودات یک حجروی هستن که فقط از یک حجره ساخته شده. و موجودات دیگه چندین حجروی داریم، مثل انسان ها، مثل حیوانات، که اینا از چندین حجره ساخته شده. موجودات یک حجروی را به نام موجودات وحید الحجروی یاد می کنند و موجودات چندین حجروی به نام موجودات کثیر الحجروی یاد می کنند. و نظریه دیگه شان شماره سوم، تمام حجرات جدید از حجرات قبلی به وجود میاد. یکی از نظریاتش بود که هر حجره جدیدی که به وجود میاد از حجره قبلی به وجود میاد. مثلا وقتی یک حجره کلان میشه، به حد بلوغ خود میرسه، یک کم بوزی شکل میشه و بعد از در دراز مدت یک فرو رفتگی در او به وجود میاد و او فرو رفتگی عمیق میشه و عمیقتر که شد از یک حجره دو حجره جدید به وجود میاد، که در فصلهای بعدی ما در رابطه با انقسام حجروی میخوانیم. پس این نظریه دانشمندان این بودن که تمام حجرات جدید از حجرات قبلی به وجود میاد. یک حجره وقتی که به حد بلوغ خود رسید، یک کمی حالت کشیدگی پیدا میکنه و بعد در دراز مدت یک کمک فرو رفتگی در این قسمت ها به وجود میاد و بعد از یک حجره دو حجره جدید به وجود میاد. همه قسمت که وظیفه تکثر، وظیفه رشد و نمو مربوط به موجودات مربوط به حجره میشه، که وقتی حجره کلان میشه و از یک حجره دو حجره جدید به وجود میاد، به همه قسم تکثر میکنن، کلان میشن و رشد میکنه یک موجود زنده. و همه قسم شما میتونین کاشفین حجره را به اینجا مشاهده کنین. میبینیم که اولین بار حجره توسط شخصی به نام رابرت هوک در قرن 17 در سال 1665 میلادی در چوب کارک به مشاهده رسید. طوری که در تصویر شما میبینید، یعنی عکس همون دانشمندی که به نام رابرت هوک هستند. و در چوب کارک چیار مشاهده کرد، وقتی که توسط مایکروسکوپ حجرات را در چوب کارک مشاهده کرد، چون چوب کارک خشک شده بود و محتویات داخل او خالی شده بود، هیچ کدام مواد در داخلش باقی نمانده بود، مانند لانه های خالی و لانه های میان توهی دیده می شد، به همون خاطر به نام سل یا به نام حجره نامید، که سل به معنای خانه میان خالی می باشد. در حجرات کارک می بینیم، طوری که شما در کتابایتون هم در خانه وقتی مشاهده می کنین، می بینین این قسمه که یک کمی کلانتر نشان داده، ولی باز ما قد ذربینی رو باز کمی زوم کردیم و به شکل همونطور حفره ها یا مثلا همون چیهایی که لانه های زنبوره که مواد داخلش بیرون شده باشد. بعد از دانشمندای دیگه هم بودن که دانشمندی دیگه به نام در سال 1855 از جرمنی بودن به نام ویرچو یا رودلف ویرچو،
که انقسام حجروی را نشان دادن که یک حجره چه قسم کلان میشه و اما قسم که شما در تختم براتون نشان دادم یک حجره کم کم کلان میشه و حالت کشیدگی رو پیدا میکنه، مواد هستوی رو هم کمی حالت کشیدگی پیدا میکنه و بالاخره یک حجره به دو حجره دیگر تقسیم میشه. و بعد از این یک دانشمند دیگه ای را هم ببینیم که این دانشمندانی هستن که در رابطه با حجره نظریات دادن، دیگه تیودور دوشان بود که در رابطه با حجرات موجودات زنده مطالعه کرده بودن. و دانشمند بعدی که شما مشاهده میکنین، خب این همون سه دانه دانشمندی هست که در رابطه با سیدان دانشمندی بود که به نام تیودور دوشان، ماتیاس شلایدین و رودلف ویرچو بودن که نظریه حجروی را گفتن و گفتن که تمام موجودات از حجره ساخته شده، تمام حجره واحد ساختمانی و وظیفه یک موجود زنده هست. و همچنان بیان کردن که هر حجره قبلی از حجرات هر حجره جدید از حجرات قبلی به وجود میاد. و نظریه دیگه این بودن که حجره واحد ساختمانی وظیفه موجود زنده می باشه. این درس امروز ما و شما بود. در درس امروز ما و شما در رابطه با موجودات زنده خواندیم که در ساینس صنف ششم خواندیم، ساینس صنف چهارم و پنجم خواندیم که تمام موجودات را به بخش عمده حیوانات و نباتات تقسیم کردن و حیوانات هم از حجره ساخته شده و نباتات هم از حجره ساخته شده. و وظایف حجره ما بیان کردیم، گفتیم که حجره وظیفه تغذیه، اطراح، تنفس، تکثر، رشد و نمو را به عهده داره. و همچنان دانشمندایی که در رابطه با حجرات اولین کسایی بودن که حجره را کشف کردن و نظریات حجره را اینجا خواندیم ما و شما. این درس امروز ما و شما بود. امید است که مفید فایده شما شاگردان عزیز قرار بگیره. روز خوب و خوش داشته باشید. امید است که یک روز بتانیم کلیگ ما و شما در مکاتب سر درس‌های خود حاضر شویم. تا روز بعد، تا درس بعد، یارو خداوند یارو نگهدار شما.